سلام. برندهای امسال خیلی متفاوتتر از فصلهای قبل توی فشن شو پاریس در حال کار کردن و کتواک انجام دادن و بروز کردن ایده هاشون هستن. برندهای امسال برای تنوع دادن به محصولات خودشون، به ایده های خودشون، از موضوعات متفاوتی برای ایده گرفتن استفاده می کنند. برند ها همگی در تکاپوی بروز شدن و آپدیت شدن با موضوعات مختلف روزمره امروزی هستند. یکی از موضوعات مهم استفاده از ایده هایی که برای همه جذابیت داره و ایده هایی هست که بیشتر افراد با اونها راحتی بیشتری دارن و ازشون استفاده های بیشتری می کنن. برند ها به این بیشتر توجه دارن و امسال از موضوعاتی که این قبیل افکار رو ایجاد می کنه استفاده بیشتر و بهتری کردن. تنوع در مدل ها و تنوع در ایده پردازی و ایده سازی ها بسیار زیاده و در کدواک ها و هفته های مد 2023 این امر به وضوح قابل مشاهده است. یکی از این موضوعات که خیلی برند ها روش تاکید دارن ایده تنوع استفاده از رنگ ها به طور اختصاصی و به طور منحصر هستش و منحصرا از ایده هایی برای رنگ ها استفاده می کنن که جذابیت بیشتری رو به کتواکشون، به محصولشون و به اون طراحی نهاییشون بده. یکی از این رنگ ها که امروز بهش اشاره می کنیم و در موردش صحبت می کنیم رنگ قرمزه. رنگ قرمز در کتواک های امسال و هفته های مد امسال نمود بیشتر و نماد بیشتر و المان قوی تری بوده و برندهای مختلف و طراحان لباس متفاوتی از این رنگ به عنوان یک المان قوی برای طراحی هاشون استفاده کردن و از این رنگ به وضوح توی کتواک برای المان گذاری تاکید کردن و ایجاد جذابیت مضاعف کردن برای طرفدارانشون استفاده کردن. رنگ های متفاوت بسیاری در کتواک امسال قدرتمند ظاهر شدن ولی رنگ قرمز با تنوعی که به کتواک میده و با تنوعی که به محصولات ارائه شده میده یکی از مورد تایید ترین و مورد تاکید ترین رنگ هایی بوده که توی این فصل، توی فصل 2023 برند هایی مثل گوچی، روبرتو کاوالی، آرمانی، والنتینو و بسیاری دیگه از برند ها ازش استفاده کردن و یک هماهنگی و یک فرم یک دستی رو از نظر استفاده از رنگ قرمز توی همه طراحی هاشون داشتن که این فصل و این سیزن رو برای همه طرفداران و برای همه اونایی که توی هفته های مد هستن جذابتر و جالبتر کرده. رنگ قرمز امسال متفاوت تر بوده.